چند مدتی است که در مورد محبت صحبت میکنیم، اشتیاق خدا صحبت میکنیم، مرزوبیت خدا صحبت میکنیم و بعضی وقتی هست که دورانایی باید صحبت کنیم که واقعا چند بار باید بشنویم که واقعا به یه جایی برسیم که واقعا با تمام قلبمون باور کنیم. هر چیزی که از خداوند دریافت میکنیم بدون ایمان یعنی غیر ممکن است. فقط به وسیله ایمان ما دریافت میکنیم، نه با احساسمون، نه با فقط عقلمون. برای ما با گوشمون باید بشنویم و زمانی که میشنویم و باور میکنیم شروع میکنیم به در موردش فکر کردن و جستجو کردن، اونجاست که خدا به ما این مکاشفه رو میبخشه و زندگیمون رو عوض میشه. این آیه که در متی باب 7 نوشته که بطلبید به شما داده میشود، بجویید پیدا خواهی کرد، بکوبید و باز خواهد شد. این یه چیزی هست که قانون خداست و هر چیزی هست خدا رو شکر که خدا به ما میبخشه. فقط ما باید بطلبیم، نگفته کار کن بعد از این به تو میدم، زحمت بکش بعد از این به تو میدم، بلکه سوال کن، بخواه من به تو میدم. و زمانی که خدا میگه که من به تو خواهم داد یا جواب خواهم داد یا همینطورم جستجو کن پیدا خواهی کرد، یعنی خودش مسئولیت رو برمی‌داره، میگه که من دنبال این هستم تو جستجو کنی. زمانی که با تمام دل جستجو کنی اون موقع هست که خدا میگه که باشه، واقعا تو با تمام دل جستجو میکنی الان به تو میبخشم. و زمانی که به یه جایی میرسی که واقعا جو میکوبی، میگه خداوند واقعا با تمام دل میطلبم از تو و درم همینطور میزنم، اونجا میگه خدا میگه که باز خواهم شد. باز میکنه، چه چیزی به دست میاریم؟ مکاشفه، یعنی خود عیسی مسیح خودش رو آشکار میکنه به ما. زیباترین چیزی که انسانی میتونه به دست بیاره مکاشفه خداست، یعنی شناخت خداست. باور میکنین؟ و میخواین با خدا آشنا بشین؟ و چون خدای ما خدای محبته، پس باید با محبت آشنا بشیم. دفعه های گذشته که موعظه کردم گفتیم که اشتیاق انسان، یعنی اشتیاق ما در جستجوی عشق یا محبت است، عشقی بی نهایت و بی انتها و عشقی بی قید دو شرط. زمانی که یه شرطی میذاریم دوباره برمیگردیم به کار کردن. به این خاطر ما باید به این جایی برسیم که واقعا بدونیم که این چیزی که من هستم، این که خدا منو خلق کرده، خدا همینطور که منو عاشقانه دوست داره. و اینجاست که یکم مشکل برمیخوریم، چون جو باور نمی کنیم. ما نمیتونیم محبت خدا رو کسب کنیم یا کار کنیم برای او که بیشتر به دست بیاریم. روش خدا، عزیزان، چیزی که میتونی یاد بگیری، خدای ما خدای بخشنده هست. خدا فقط هدیه میده. آمین. خدا هدیه میده. خدای ما خدایی هست که هدیه میده، دستمزد نمیده، هدیه میده. زمانی که هدیه هست، پس من باید یاد بگیرم که برم بگیرم، به شرطی که بخوام. شاید اونقدر زیاد ما مشغول کارهای خودمون هستیم، دنبال چیزهای خودمون، خواستهای خودمون در این دنیا هستیم، اصلا دنبال این نیستیم که الان عشق خدا رو به دست بیاریم یا چیز هدیه هایی که خداوند به ما میبخشه به دست میاریم. خدا یه چیزی رو به ما میبخشه، میگه که میخوای داشته باشی؟ و بگه بله. پس میگه که تو الان قدم رو وردار. و اینو باید یاد بگیریم و باور کنیم. و بگم که مشکل ما اینه که همینطور باور نمی کنیم که خدا منو همینطور که من هستم، این هستی من دوست داره. ما باید یه چیزی هم که کشف کردم اینه که خدا در حین محبت کردن یا توسط محبت کردن وجود داره. دوباره بگم، خدا در حین محبت یا توسط محبت کردن وجود داره. آلمانی میگن Gott existiert indem er liebt. یا Gott existiert برای
شما که آلمانیت بهتر بشه. گوت اکسیستیت این دی ملیبت. زمانی که خدا در حال محبته، محبت کردن، چون خودش محبته، اود زیست میکنه. یا به این خاطر هر کاری که خداوند انجام میده پشتش محبته. بعضی وقت هم که توبیخ هم میکنه پشتش محبته، نصیحت میکنه محبت. همه چیزی که خداوند میکنه از این ریشه محبته که کارشو انجام میده. و زمانی که عیسی مسیح رو نگاه میکنیم، به این شاگردان، زمانی که شخصیت عیسی مسیح رو که نگاه میکنیم، برای شخصیت خدا رو میبینیم دیگه. نه، خدا عیسی مسیح چیه؟ عیسی مسیح خدای نادیده، چی؟ صورت نادیده خداست. چی؟ صورت خدای نادیده. یعنی زمانی که میخوای با خدا آشنا بشین، زمانی که میخواین آشنا بشین با عیسی مسیح باید آشنا بشین. و زمانی که عیسی مسیح رو نگاه میکنیم، 12 تا شاگردایی داشت و همینطورم زمانی که قبل از اینکه بره مصلوب بشه شاگردان خودش جمع کرد و شروع کرد به پاهاش رو شستن. و اینجا کلام خدا میگه در یوحنا باب 13 میگه که خاصان خود را که در این جهان محبت مینمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. جزء این شاگردان خود یهودا اسخریوتی بود که آخرش هم لو داد. خدا محبت خودش رو به شریران، به عادلان میبخشه. فقط شریران که نمیخوان به دست نمیارن. خدا نمیگه به تو نمیدم، به تو میدم. دوباره میگم، خدا به وسیله یا حین محبت، خدا در حین محبت یا توسط محبت کردن وجود داره. پس اینجا میتونیم مطمئن باشیم هر کاری که میتونه خدا انجام میده از حیثیت محبت خودشه. یه چیزی هم که باید یاد بگیریم اینه که خدا هر چیزی که خودش خلق میکنه عاشقانه دوستش داره. و تو این چند مدت هست که ما در موردش صحبت کردیم، در مورد محبت، در مورد عشق صحبت کردیم. چقدر؟ تقریبا 2 هفته پیش بود در مورد همون صحبت کردیم. نسرین هم اینطور که موعظه کرد، من محبوب خدا هستم. بعد از 1 هفته منم موعظه کردم که خدا ما رو عاشقانه دوست داره. اینطوری که ما هستیم ما رو دوست داره. هستی ما رو، هستی حقیقی ما رو دوست داره. و زمانی که ما دعا هم کردیم اینجا و تو جلسه برادرها بود که شهادتی هم میشنیدیم و یه برادری هم بود گفته که آخه چطور میتونه خدا اینطوری، من اوکی پاستور شما موعظه میکنه خدا ما رو دوست داره، خدا ما رو دوست داره، آخه چطور میتونم واقعا باور کنم که من رو دوست داره؟ الان زمانی که خودمون رو نگاه میکنیم چطور میتونم واقعا باور کنم خدا این چیزی که من هستم دوست داره؟ سخته، چون زمانی که به خودمون نگاه میکنیم چیزی خوبی طوری نمیبینیم، جز از اینکه اونقدر مغرور هستیم که دیگه از خودمون یک بوتی میسازیم. در من 2 سال پیش بود که تو کلیسای ادونت که ماینده بود که اونجا یک نمایش کوچیکی اینجا انجام دادم که واقعا باور کنیم که خدا اینطوری که تو هستی، الان اونجا نشستی، همینطور که الان هستی با تمام مشکلات، با تمام درد، با تمام حتی تو گناه هم قرار گرفتی، عاشقانه تو رو دوست داره. و امروز میخوام به یه چیزی تو قلب منم، یه هدیه هست میخوام به یه شخصی بدم. یک هدیه هست که خیلی رنگ‌های عالی، خوب چی شده، چی میگن، بسته بندی شده. و میخواستم بپرسم کسی هست که میتونم این هدیه رو هدیه بدم؟ کی میاد تو بیا؟
دوست داری اینو؟ این هدیه بدم؟ قشنگه؟ این از خداست و میخواد به تو بده هدیه رو. میخوای باز کنی؟ اینجا یه چیزی هست که باید بکشی. یواش یواش فارش کنی، فقط خرابش نکن. باشه، ببین چیه توش، باز کن. خوبه؟ دوست داری؟ دوست نداری؟ کسی دوست داری؟ کسی میخواد داشته باشه؟ نه تو نرو، تو اینجا مال توست. چرا دوست نداری؟ ها؟ اونجا لو ندینا، صحبت نکنی دیگه. این میدونی کیه؟ این کی هست؟ این تو هستی؟ مطمئن هستی؟ اونقدر سیاه؟ پس بیا اینجا. چی فکر میکنی؟ الان خودت اینو دوست داری یا دوست نداری؟ نه اصلا دوست ندارم. دوست نداری؟ نه. منم راستش بگم نگاه میکنم من یه چیزی نمیبینم. فقط یه چیزی خیلی با ارزشیه. شاید داخلش باشه. چی؟ شاید یه چیزی با ارزش داخلش باشه. درسته، شاید یه چیزی هست که ارزش داره. یعنی الان خدا که اینو نگاه میکنه میگه که عاشق اینم. خدا میگه که عاشق اینم. تو چی میگی؟ تو میگی که من نمیخوام. مخصوصا که دستم میزنه میبینه همه چی کثیف شده دیگه. دستم هم کثیف شد. و معمولا هم اینطوری هم هست، زمانی که خدا به ما نگاه، یعنی ما خودمون رو نگاه میکنیم، همینطور که نگاه میکنیم ببینیم که فقط هیچ چیزی نیست که بتونیم دوست داشتنی باشی. اینجا من دو تا چیزهایی گذاشته بودم، ورداشتی؟ نه، دو تا دستمالا اینجا گذاشته بودم، کسی ورداشت اینا؟ مال من بود، گذاشته بودم. کجاست؟ انداختی دور؟ برو بیار. سو اینو میتونی بپوشی. زو الان اینو بردار. این کیمیاست. این تو هستی و زمانی که خودت رو نگاه میکنی اینو میبینی، هیچ زیبایی نداره. فقط خدا میگه که من اینو عاشقانه دوستش دارم. پس زمانی که اینو ور میداری، الان روح خدا میاد و تو شروع میکنی کار کردن. اونجا یواش یواش شروع میکنی کار کردن، باور میکنی و روح خدا میاد یواش یواش بیشتر و بیشتر. تو اجازه میدی و باور میکنی، روش کار میکنی و باور میکنی، دعا میکنی و بعد از یک مدت میبینی که یه چیز عالی اینجا پنهان شده. نشون بده الان. الان باور میکنی خدا دوستت داره؟ قبل از این نه، چون همه چی رو سیاه میدیدی. و زندگی ما نه عزیزان، همینطور هم هست. زمانی که خودمون رو نگاه میکنیم، گناه های ما رو نگاه میکنیم، اشتباه خودمون رو نگاه میکنیم، فقط
خاک میبینیم و فکرهای بد، رفتار بد، احساسات بد، و خدا مخصوصا نگاه میکنه و میگه که همینطور که هستی دوستت دارم، چون خدا میدونه چه چیزی در ما گذشته. این هستی ما، این هستی ماست، این خدا خلق کرده. گناه باعث شده که همه چیز ظلمت قرار گرفته، و اینطوریه که زمانی که روز به روز، هفته به هفته ما موعظه میکنیم در مورد محبت، خدا عاشقانه دوستت داره، اینطوری که تو هستی، چون این هستی ماست، این خدا خلق کرده و اینو عاشقانه دوست داره، اینم یک جلالی داره، یک شکوهی داره و اینم شبیه خدا خلق شده. به این خاطر خدا نگاه میکنه و میگه که باور کن در تو یک جلالی هست، یک هستی هست که من خلقش کردم و منم میخوام آزادش کنم. و زمانی که این آخر به دست می نگاه میکنیم، این آخر یک روز خدا رو خدا زمانی که تمیز میکنه و تا همکاری میکنه، به این خاطر مخصوصا گفتم تو شروع کن به چیز کردن، نه پاک کردن، روح خداست که میاد. ما شروع میکنیم و دعا میکنیم، شفاعت میکنیم، میطلبیم، جستجو میکنیم، دردام میکشیم، همه چیز هست، چون این خاکی هست واقعا بعضی وقت سخته، کنده نمیشه. و کلام خدا میگه که چیه؟ کلام خدا مثل شمشیر دو دم جدا میکنه. خوبیش اینه که کسی که گناهکاره نمیتونه این آزادی رو به دست بیاره، چون همه چی با هم مثل یک سنگ اونجا چی شده، پنهان شده. به این خاطر خدا گناهکاران رو هم دوست داره، این هستی که درونش هست دوست داره. و زمانی که ما توبه و بازگشت میکنیم، این چیزی که اونو چسبونده، اینو الان با شمشیر دو دم جدا میکنه، نفس رو، فکر رو، همه افکارهای خودمون رو جدا میکنه که یک روز این خالصانه بیرون بیاره. به میگه که این کیمیاست، مثال میگم، چقدر زیباست، این تو هستی. و زمانی که ما باور میکنیم و شروع میکنیم به کار کردن و روح القدس استفاده میکنیم، اون موقع هست که خدا شروع میکنه کار کردن روز به روز. و یک روزی هست که فقط یک قسمت کوچیک رو نگاه میکنی، بعد از یک مدت، یک سال، میکساله میبینی که یه چیزی طلایی آمد، بعد از یک مدت میبینی یه چیزهای دیگه در تو دیده میشه و این باعث خوشحالی ما میشه، ایمان ما قوی تر میشه، چون زیبایی خدا رو میبینیم. این دست خداست، این من نکرد، خودت نکردی، این خدا خلق کرده. و هر چیزی که عزیزان خدا خلق کرده عاشقشه. خدا یه چیزی خلق نمی کنه بگه که به درد نمی خوره. خدا زمانی که همه چی رو خلق داد گفت خداوند دید همه چی عالی، و ما تو این عالی قرار گرفتیم، مخصوصا در روز ششم که ما خداوند ما رو خلق کرده. به این خاطر زندگی ما معمولا اینطوریه که این تمام، مخصوصا امروز توی یک چی میگم؟ کاغذ کادو چیز کردم، این ظاهر ماست. ما این چیزها رو به خودمون نگاه میکنیم، اینو نگاه میکنیم، طبق این ما هم رفتار میکنیم، نه طبق این. و معمولا ما همینطور خودمون رو میپوشونیم که هیچ موقع این خاک یا این سیاهی در ما دیده نمیشه، درسته یا نه؟ ما دائما در حال پوشیدن خودمون هستیم، یه چیز رو ظاهر کنیم که نیستیم. و از زمانی که خدا ما رو هدایت میکنه، باور میکنه که باور بکنیم که واقعا با ارزش هستیم، یواش یواش اینم میتونیم پاره کنیم، بذاریم و روح القدس بیاد ما رو آزاد کنه، از این زندان خودمون رو آزاد کنه. همه چی عزیزان به وسیله ایمان به محبت پدره. میدونی بعضی وقت هست که ما باید چیزی رو ببینیم که باور کنیم. یه چیزی نیست که، نمایشی نیست که مثلا از خودم برداشته باشم که یه چیزی که بگم یک احساسی به شما بدم. این حقیقت، واقعیته. این خدا، این انسانیت باطنی ما دوست داره، این که خودش رو خلق کرده. خیلی سخته، فقط
زمانی که ما باور بکنیم من خدا منو عاشقانه دوست داره، این هستی منو دوست داره، پس اون موقع هم باید بدونم که چقدر من با ارزش هستم. آمین. هستین اینجا؟ خدا یه چیز رو که دوست داره پس میدونه که با ارزشه. زمانی که ما، یعنی من این تجربه رو خودم، این موعظه هم که میکنم، فکر نکنی که من همه چی رو دریافت کردم الان در جاهای آسمون اینجا، نه، یه چیزی هست که دائما توش باید زندگی کنیم، الان به اونجا خواهیم رسید. یک بابی هست که در مزامیر باب 139 اونجا نوشته، اینجا داوود فکر میکنم، داوود نه؟ یا اینجا میگه که 139 آیه 14 تا 16، تو را حمد خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شده ام. یعنی خود داوود الان این مکاشفه رو گرفته. داوود هم به هر حال زندگی واقعا یک رابطه خیلی عالی با خدا داشت، فقط چقدر گناه کرد، قاتل شد، زنا کرد، برحال فقط خودش به خودش نگاه نمی کرد بلکه به خدا نگاه کرد که خدا من رو خلق کرده، اینطوری من رو خلق کرده. و در این مزمور میگه که تو رو حمد خواهم گفت زیرا که به طور مهیب و عجیب ساخته شده ام، کارهای تو عجیب است و جان من این را نیکو میداند. امیدوار هستم این دعا رو امروز هم کردم که گفتم واقعا خدا هدایت کن که واقعا این همه چیزایی که اونجا نوشته به اضافه مکاشفه هایی که خدا من میبخشه واقعا همه ما درک کنیم، که منم میتونم بگم یا تو هم بتونی بگی خدا من کارهای تو عجیب است و جان من این رو نیکو میدان، تو منو طور مهیب و عجیب منو ساخته ای، منو خلق کرده ای. آمین. از خودت بگو، نمیخوام فقط الان بگم که موعظه میکنم برای مثلا چند نفر، یعنی خودتون باید اینو رو به زندگی خودتون اعلام کنین، یعنی یاد بگیرین. و اینو در خفا، زمانی که تو تنها هستی، من مهیب و عجیب ساخته شدم. و بعد از این میگه که استخونهایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته می شدم. هنوز در رحم مادرش بود، زمانی که او ساخته می شد، این سلول ها با هم جمع می شدن و شکل می گرفتن، خدا آنجا بود. مادرت هنوز تو رو ندیده، پدرت هنوز تو رو ندیده، خدا تو رو دیده. سلول به سلول جمع می شدن، استخون ها یواش یواش شکل می گرفت. مگه خدا میگه من اونجا بودم، من تو رو می دیدم. ظاهر من حضور من اونجا بود. آنگاه که در ژرف های زمین تنیده می شدم، چشمای تو جنین من رو می دید و در دفترهای تو همه آغاز من، اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد، وقتی که یکی از آنها وجود نداشت. میگه هنوز هیچ کسی از من اصلا اطلاعی نداشت. هنوز منم هنوز نبودم. تو از من، چشمای تو منو دید. جالبه نه؟ بعد از اینکه به دنیا میاد، اون موقع هست که مادر بچهشو میبینه و همینطورم پدرم بچهشو میبینه. فقط قبل از همه چی خدا تو رو دید. یعنی این چیزهایی هست که میدونین الان من موعظه میکنم، بعد این چیزهایی هست که خودتون باید برین بخونین و همینطورم در خفا دعا کنین. اجازه بدی خود خدا این مکاشفه رو به تو ببخشه.
مشکل ما اینه که موعظه ها رو گوش میکنیم، هللویا میگیم، میایم جلو، شاید بعضی وقتا میایم جلو دعا میکنیم، بعضی وقتا دستگذاری میکنیم، میرین خونه و بعد از این مدت همه چی رو فراموش کردین. اولین مشکلی که در زندگیتون به وجود میاد، زود همه چی رو دیگه فراموش میکنیم. همزمانی که اینجا میگه که استخوان‌هایم از تو پنهان نبود وقتی که در نهان ساخته میشدم. خیلی جالبه که در زمانی که از عیسی مسیح پرسیدن، گفتن که عیسی مسیح به ما در مورد دعا بود که عیسی مسیح به شاگردانش یاد میداد، اینجا میگه که لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در رو ببند، پدر خود را که در نهان است عبادت نما. قبل از این چی خوندیم؟ زمانی که ما ساخته می شدیم، میگه که استخونام ساخته می شد وقتی که در نهان ساخته می شدم. الان اینجا میگه که برو الان در کجا؟ درتو ببند، تنها و خدایی که در نهان است عبادت نما. شروع کن دعا کردن، قلبتو باز کن، جستجو کردن، و اونجاست. و اینجا میگه که پدر خود که در نهان هست عبادت نما، و پدر نهان بین تو رو آشکار پاداش خواهد داد. یه ترجمه دیگه میگه که پدری که هیچ چیزی از نظر او پنهان نیست پاداش به تو خواهد داد. از جلوی این خدای ما زندگی میکنیم، اون پدر آسمونی ما، این بابای ما، که زمانی که میریم در این خفا، در این اتاق که هیچ صدایی، هیچ چیزایی نیست، و اونجا شروع میکنیم به دعا کردن، میگیم خدا من الان آمدم موعظه تو رو گوش کردم و کلام تو میگه تو منو عاشقانه دوست داری، نمیدونم، باور نمیکنم هنوز، فقط من آمدم قلب خودم رو به حضور تو بلند میکنم، الان دعا میکنم بیایی به من نشون بدی خداوند، من آمدم بکوبم، من آمدم جستجو کنم. با یک مرتبه، یک موعظه شنیدن چیزی انجام نمیشه، با دستگذاری چیزهای انجام نمیشه. عزیزان، دستگذاری فقط میکنیم قدرت بگیریم که بتونیم بریم توی این حجله و اونجا با خدا ملاقات داشته باشیم. بعضی وقت هست که یک توی کلیسا میتونه یه عادتی باشه، عادت دستگذاری باشه، که فکر میکنی الان آمدین دستگذاری برین توی زندگی خودت، دوباره زندگی کن، بعد از یک هفته دوباره میری یه پمپ بنزین میزنین دوباره برمیگرده. نه، ما باید اگه واقعا دنبال محبت خدا هستی، اگه واقعا دنبال این هستی که بدونی که چقدر عاشقانه خدا تو رو دوست داره، اگه تو حجله نری، در نزد خدا نهیم بین نری، نمیتونی این چیزا رو کشف کنی. بعضی وقت، نمیخوام الان بگم که خدا روشش اینطوری، بعضی وقت هست که خدا همینطوری اینجا میتونه یک ملاقات صمیمانه داشته باشی یا یک لمسی بده و واقعا در حضور خداوند گریه کنی و محبت او رو بچشی. فقط این یک چیزی نباید باشه، یک مرتبه اتفاق بیفته، یک بار مصرف باشه، بلکه یه چیزی هست که خدا به تو میگه که ادامه بده، دنبالش برو. عظیمترین، بزرگترین چیزی است که میتونی به دست بیاری. و زمانی که ما متاسفانه اون خدای نهانبین که چشمایش روی توست، دنبال چشمای اون نیستیم، بلکه چشمای دنیا هستیم که دیگران در مورد ما چی فکر میکنن، این میشیم. اگر من به اون محبت باور نمی کنم، پس نمی تونم درست زیست کنم، پس من باید یک رولی بازی کنم. یعنی بدبختی ما اینه که دنیا یا برادر خواهرها، حتی می تونم بگم زندگی ما رو می تونن کنترل کنن، اگه ما اجازه بدیم. اگه من سعی می کنم طوری زندگی می کنم که شما رو راضی کنم، نه خدا رو راضی کنم، دیگه یک رولی باید بازی کنم که شما منو چی کنین؟ بپذیرین.
معمولا ما دنبال این هستیم که افراد به ما توجه کنن، نگاه کنن، و این نشانه اینه که یه عزتی هست که به دست میارم، یک احساس پذیرفته شدن دریافت میکنم. به این خاطر ما دنبال این هستیم یک کارهای انجام بدیم که دیگران منو چیز کنن، ثابت کنن که آلبرت خوبی، تو تایید کنن. خدا میخواد ما رو به یه مسیرهایی ببره که از این چیزا، از این انسان ترسی آزاد بشیم. منم باید آزاد بشم. به این خاطر میگم که موعظه رو میکنم، این نیست که همه چی رو من میدونم، فقط من یه چیزی میدونم، مثل پولس هر چیزی که هست میگذارم کنار، میدوام و میخوام اینو بیشتر و بیشتر پیدا کنم، کشف کنم، چون میدونم توش حیاته، آزادیه، شادیه، ابدیه. اگر نه برحال ما شروع میکنیم ماسک گذاشتن، من باید شما رو راضی کنم. و حتی عیسی مسیح نمیتونست دیگران رو راضی کنه، همه رو نمیتونست راضی کنه. میدونی زیبایی عیسی مسیح، خودش میدونست کیه. به این خاطر هم احتیاجم نبود خودش رو به دیگران ثابت کنه. احتیاج نبود الان خودتو لوس کنه. خودش میدونست من هستم آن که هستم. من این مسیح هستم. ما نمیدونیم کی هستیم، به این خاطر سعی میکنیم یه چیزی بشیم که نیستیم، و در این حال با خودمون بازی میکنیم، با خدا بازی میکنیم و به دیگران بازی میکنیم. آخرش هم به ورشکسته روحی میرسیم. جوابای عیسی مسیح رو که میبینیم که چطور بعضی وقت خیلی تندم جواب میداد، نگاه نمی کرد. الان مثلا فریسی ها میگه چطور در مورد من فکر میکنن، ای فریسی ها، ای ریاکاران، ای افیزادگان ماران یا اگه خدا، اگه انسان ترسی داشت میگفتی که الان اینطوری بگم ناراحت میشن، حداقل یه کاری انجام بدم که ایشان قوم رو تشویق کنن، مثلا بیان پیش من. نه، آمدن گفتن که عیسی، هرودس هست میخواد تو رو بکشه. وای چه کار کنم؟ پس یه چیزایی انجام بده. نه، گفته برو به این چی؟ این فوکس روبا، برو به این روبا بگو من دیوار رو اخراج میکنم، شفا میدم. بس بعد از 3 روز اونجا دیگه کار خودم رو تکمیل خواهم کرد. بهش بگو. و هیچ نبی بیرون از اورشلیم مرده نخواهد. یعنی منظور اینه که ببین، برو بهش بگو که من تصمیم میرم کی میمیرم. تو هیچ قدرتی نداری هرودس. همینطورم با پونسیوس بود، پونسیوس پیلاتوس. گفته نمیدونی که من اقتدار دارم همه کار رو انجام بدم. اول عیسی مسیح هیچ حرفی نزد. بعد از این گفته که ببین، تو هیچ اقتداری نداری. تو اصلا یک کسی هستی که در زیر خدا، دستای خدا هستی. یا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. جلو یک برای یک چیز بود دیگه، چی میگن، یک قیصر بود، اقتدار داشت. انسان ترسی باعث میشه که ما خودمون نباشیم. همینطورم ببینید که بعضی وقت هم که به عیسی مسیح آمده گفته مادر اینجا بیرون ایستاده و برادرات خانوادیت اونجا هست، نگفته باشه اوکی ببخشین، الان باید ببرم اونجا، الان باید نشون بدم من خانواده رو دوست دارم، خواهش میکنم مامان من رو بدید. نمیگه که نه، هر کسی اراده پدر من رو انجام میدیم، پدر و مادر هستم. معمولا بی احترامیه، نه؟ معمولا فقط اینجا روکرا صحبت میکنه. یه زنی که میاد داد میکشه میگه که عیسی دختر من الان
یا کمک کن، میگه که من برای نونا رو نمیدازم زیر خوکا و سگها. یعنی واقعا به احترامیه، فقط خدا میدونه چی کاری میکنه، احتیاج نیست توضیح بده. بعد از این که این زن میتونست دوتا امکاناتی از یا شروع کنه شکایت کردن تو کی هستی و شروع کنه به فحش دادن، یا میتونه بگه که درست میگی، واقعا من خودم رو مقایسه میتونم با تو بکنم، من خوکم، من نجسم، من سگم، بگذار من عنوان یک سگ از این نون بخورم. خدا گفته که اینطوری ایمان هیچ جای ندیدم. خدا ما رو به یه جاهایی میبره، خودش میدونست خودش کیه، طبق اینم با ما صحبت میکنه. و زمانی که از ما یاد نگیریم که خودمون رو همینطور که هستیم بپذیریم، دوست داشته باشیم، نمیتونیم از این انسان ترسی آزاد بشیم. یا اینجا انسان ترسیه یا خدا ترسیه، چیزی دیگه وجود نداره. یا از خدا میترسم یا از انسان میترسم. و زمانی که محبت خدا رو باور کردم و باور کردم که خدا منو همینطور که هست دوستم داره، با تمام اشکالات، تمام مشکلات، تمام ضعفا، و باور میکنم، اون موقع هست که این عشق رو، این آسمون رو باز میکنم بچشم، و اون موقع هست که اقتدار دارم که بتونم خودم باشم، نه یک رولی بازی کنم. گوش میکنین عزیزان؟ یا سخته؟ اگه سخت باشه دوباره برین گوش کنین. بعضی وقت هست که از منم میپرسم پاستور هر دفعه تو در مورد محبت صحبت میکنی، محبت میکنی، محبت موامو، خدا منو دوست داره، خدا منو دوست داره، خدا منو دیگه راحت بیریم، هر گناهی هست که انجام میدیم که خدا منو هللویا دوست داره. عزیزان اینطوری نیست. یک کسی که یک رازی هست، یک کسی که وارد این عشق شده که باور میکنه خدا منو همینطور که هستم با تمام اشکالا، با تمام این لجنهایی هست، عاشقانه دوست داره و توی قلبش قبول میکنه و لذت رو میبره، هیچ موقع دیگه نمیره توی گناه. یک رازی هست. افرادی که فقط با عقلش میگن هاللویا خدا منو دوست داره، اصلا دنبال محبت نیست، میگن که فقط میخواستن یه بهانه پیدا کنن، میگن که آها خدا منو دوست داره، الان راحت برم، الان کارهای خودم رو انجام میدم، احتیاجم نیست به کلیسا بیام، احتیاجم نیست این کارو بکنم، احتیاج نیست اینا کارو بکنم، خدا منو دوست داره. و تو مغزشون اینطوری فقط این اعلام رو میکنن، تو قلبشون نچشیدن. اگر من واقعا چشیدم و میدونم چقدر با ارزش هستم، خدا با دستای خودش منو خلق کرده، عاشقانه منو دوست داره، من پذیرفته شدم و خدا برای من آینده عالی آماده کرده، اگر این مکاشفه رو گرفتم، احتیاج ندارم شبان من دنیا بیاد به من بگه که این کار رو نکن، این کار رو کن، چون خودم دیگه میدونم اینه که من رو از این عشق دوباره جدا میکنه. میترسم وارد گناه بشم، میترسم چشمان من رو بد نگاه کنه، چون یه چیز رو از دست میدم که خیلی با ارزشتر و زیباتره، چون من چشیدم بدون محبت او نمیتونم، نمیتونم زندگی کنم. این تجربه هایی هست که ما باید به دست بیاریم. برو تو خلوت، برو تو خفا، این خدای نهان بین رو جستجو کن، به طلب، خدا این مکاشفه رو به تو خواهد داد. و کلام خدا هم میگه که عیسی مسیح خودش میگه که اگه احکام من رو نگه دارین، در محبت من میمونین. درسته یا نه؟
زمانی که من میبینم در محبتش قرار گرفتم و اولین چیزی است که خودم رو بپذیرم و میگم که مرسی خداوند. اصلا واقعا به شما میگم، شما نمیدونید توی چه چیزایی افتادم که منم شروع کردم به شک کردم به خودم. بگی خدا میگم موعظه فکر نکنی که من الان در جاهایی هستم، منم تمرین هایی از بعضی وقت خدا اجازه میده اتفاقاتی بیفته تو زندگی من، اتفاقاتی میفته که واقعا از خودم متنفر هستم، مثلا میخوام چیز کنم، فقط میگم نه، اجازه نمیدم این فکر را بیان، مرسی، من دوباره برمیگردم به اون حقیقت، عاشقان دوستم داری، من با ارزش هستم، این حقیقت، این واقعیت، نه واقعیت نیست، این حقیقت، واقعیت یه چیز دیگه میگه، حقیقت اینه، دوباره برمیگردم به جایگاه خودم و اونجا دوباره میگم مرسی خداوند، خراب کاری کردم، اشتباه کردم، نمیدونم اینطوری چیز، این بود، حسودی بود، این بودم، هر چیزی میتونه باشه، مرسی، این گل یه قسمت کنده شد، یه قسمت کنده شد، یه قسمت کنده شد. هر موقعی که باور میکنم توی سختی هاست، الان این چیزی که الان کیمیا چیز کرده، باز کرده، این به هر حال هنوز خیلی چیز بود، خیلی نر بود، فقط معمولا ما پوستای ما خیلی کلفته، یا فقط روح خدا میاد نر میکنه، بعد از این بچ میکنیم، بچ میکنیم، ایمان دارم خدا من، مرسی خدا من، خراب کاری کردم، مرسی می، مرسی خدا من، تو منو دوست داری، برمیگردم به اون قسمتی و چشمای خودم رو و فکرای خودم رو دوباره پاک نگه میدارم، در محبت تو میمونم. و اینطوری است که بعد از یه مدت میبینی چه آزادی میاد، ترس ها از بمیرن. تو این چند مدتی است که با نسرین توی خونه اونقدر زیاد میخندیم، هر دوتامون بیشتر تو این چند مدت های سالو نمیدونم چقدر گذاشته، چقدر چیزا یاد گرفتیم، اونقدر واقعا میتونم بگم تقریبا هر روز ما چی اتفاق میفته فقط قشقش میخندیم، لذت میبریم در، میتونم بگم نه اینطوری دنیایی، اگه در حضور خدا، چون خودمون هستیم، سعی میکنیم خودمون باشیم و نه فقط تو خونه، بعد از این از خونه میان بیایم باید خودمون باشیم. چقدر عالی میشه الان تصور کن، همینطور که تو خونه هستی، همینطور میایی تو کلیسا، احتیاج نیست چیزی بازی کنی، خودت هستی، الان دیگران تو رو میپذیرن، میپذیرن، به من چه؟ منظور این نیست که الان دوباره میگم هر کاری بخوایی اینطور چیز کنیم، کارهای نمیدونم عجیب و غریب و انجام، منظور من این نیست، یعنی خودت باش. قسمت هایی هست که به هر حال تو خونه قسمتی هست که مثلا ما آزادتر احساس میکنیم، یا فقط از طریق رفتار رو، از طریق شخصیت که واقعا زمانی که میایم کلیسا حالمون خوب نیست، چیزی بتونی بگیم من اونقدر خوب نیستم الان، یه جوری چیز هست، بعد به هر حال خدا رو شکر من الان هر چیزی که الان تو قلبت هست خودت بگو، الان روحانی تر خودمون نشون ندیم که اصلا نیستیم، خودمون هستیم و با این حال بدونیم که مورد محبت خدا هستیم. زمانی که عیسی مسیح هم که نگاه میکنیم، زمانی که هفته گذشت، دو هفته پیش هم اینم گفتم، زمانی که عیسی مسیح میخواست تعمید بگیره، جالب این بود که این قسمت هم اینطور فکر کردم، گفتم خیلی جالبه الان یحیای تعمید دهنده اونجا میگه که ای گناهکاران بیاین، بیاین تعمید بگیرین، اعتراف کنین گناهتونو، همه باجگیرا و دزدا و فاحشی ها همه اینجا یه صف بسته بودن، بیان اونجا توبه کنن دیگه. الان عیسی مسیح که بی گناه بود رفت اونجا تعمید گرفت، یعنی خودشو مثل گناهکار نشون داد، هرچقدر گناهکار نبود، نه؟ متوجه هستین؟ یعنی میخوام این صحنه رو دیدم یه گفتم من راستش میگم من خجالت، مثلا من برم اونجا افراد همه نگاه میکنم ببین آها ببین اینم یه گناهکاریه، خدا نگاه نکرد که عیسی مثلا نگاه نکرد دیگران چی فکر میکنن، نه دیگران هم شاید میتونستن اینم بدبخت و بیچاره اینم گناهکاره،
عیسی مسیح فقط میدونست که من گناهکار نیستم، فقط این کار رو الان انجام میدم چون همه عدالت باید انجام بشه. آخر افراد نیام میگن که نه عیسی مسیح من احتیاج به تعمید ندارم. اگه عیسی مسیح که بیگناه بود تعمید گرفت، الان تو باید ارسخیت باید تعمید بگیری. هفته گذشته یک صحنه ای هم اینجا خیلی صحنه خیلی خوبی بود، زمانی که برادرمون سم اینجا چیز کرد، موعظه کرد، بعد از این همینطور دعا کرد، بعد از این که رفتم اونجا گفتم باشه الان به هر حال دعوت کنم افرادی که در مورد چی بود، در مورد گناه، در مورد نبخشیدن بود و همینطور هم بخشش بود و همدیگه رو محکوم نکنین و را رها کنین، توبه کنین. خب معمولا بعد از این موعظه ها باید توبه بشه. آمین؟ همه ما در قسمت های درگیر هستیم. بعد از اینجا رفتم شروع کردم و پرستش کردم، همینطورم در دعا چیز کردم، دعوت کردم، کردم افرادی که اینجا هستن خواهش میکنم بیاین جلو. دیدم هیچ کسی نمیاد. گفتم ببین من میدونم اینجا افرادی هستن که هنوز پر از درد و تلخی و چیز هستن، چرا نمیان؟ و دوباره شروع کردم، گفتم خدا من همین تو دعا می پرستش میکردم، دعا میکردم، چشم باز میکردم، کسی نمیاد. بعد از این یهو چشم باز کردم، دیدم برادر سم آمد اینجا، زانو زد و فکر نکردم الان آها حتما یه کسی رو نبخشیده. فقط دیدم که خودش آمد اینجا، مثل اینکه همون عیسی مسیح که بیگناه بود رفت تعمید گرفت. بعد از اینکه او آمد شما جرأت گرفتیم بیاین جلو، درسته یا نه؟ چون ترس بود الان من بیام جلو اونجا دیگران چی فکر میکنن در مورد من، اینطوری نیست؟ زمانی که اینجا آمد دیگه بعد از دو دقیقه دیگه همینجا پر شد. پس چرا؟ پس یه مشکلی هست، یه ترس از انسانه. الان برادر خواهرم اینجا هم هستیم، نباید از هم دیگه این ترس رو داشتیم، چون همه ما این گلی بودیم و بعضی وقت همینطور گلا هم هنوز چسبیده با ما، یا همه ما مشکل رو داریم. و بعضی وقت هست که میبینم که زمانی که توبه می، زمانی که دعوت میکنیم جلو، یک نفر دو نفر هستن که جرأت رو دارن، بعد از این بقیه میان. این نشانه چیه؟ دیگران چی فکر میکنن در مورد من؟ مخصوصا زمان مثلا زنا صحبت میکنم، کسی که زن در زنا زندگی میکنه بیا جلو. مطمئن هستم هیچ کسی نمیاد جلو. آها از این در زنا هست. بعد از این شروع میکنیم به فکر کردن کیست؟ با کی؟ شروع میکنی برای خودت یه حبابایی درست کردن، بعد از این میری یه جلسه ها میزنی شروع میکنی به دفعه کرد. کی میتونه باشه؟ بعد از این خدا من جو از بالا نگاه میکنه، صورتشو تکو میده که یه با کی باشه، یه کاری باید انجام بدم که آزادیت کنم. بدون محبت واقعا نمیتونیم آزاد بشیم. به محبت یعنی بدون اینکه خودمون رو بپذیریم اینطوری که هستیم. و عیسی مسیح زمانی که تعمید گرفت، زمانی که رفت زیر آب، آمد بیرون، همون صدایی که آمد تاییدی پدر، که دو هفته پیش هم اینجا صحبت کردم، گفته که این پدر، این پسر محبوب من هست که از او خوشنودم. و بلا فاصله چه اتفاق افتاد؟ روح او رو برد تو بیابون. 40 روز باید ثابت می شد که باور می کنی یا نه. اگر تو پسر محبوب، نگفته پسر محبوب خدا هستی، اگر تو پسر خدا هستی، پس و جالبش اینه که شیطان نگفته اگر تو پسر محبوب خدا هستی یادش بنداز محبوب هستی، ها که تو پسر خدا هستی دیگه، محبوب رو میگذاره کنار که هیچ موقع تو فکرت نیاد که محبوب هستی. بعد از اینکه عیسی مسیح خیلی تو قلبش میدونست که محبوب خداست، اون موقع بعد از اینکه جالبش اینه که از اونجا که برگشت میگه که با قدرت خدا برگشت و بعد از این کارهای او شروع کرد به موعظه کردن
ملکوت پادشاهی خدا. همینطورم با ما هست اینطوری عزیزان. من مطمئن هستم زمانی که ما تعمید گرفتیم، اینو برای خودم میگم، الان تعلیم هایی شاید مختلف میتونه باشه، من میدونم اینم خدا برای منم و برای تو هم اعلام میکنه که تو پسر محبوب یا دختر محبوب خدا هست، من هست که از تو خوشنود هستم. و همینطور که زمانی که من این رو روی خودم اعلام میکنم، میگم که میگه که تو چطور نوشته؟ تو پسر محبوب من هستی. این محبوب من تکیه میکنه به چی؟ هستی من. درسته؟ تو پسر محبوب من هستی. یعنی این آلبرت واقعی، این آلبرت هستی واقعی، اینو به این میگه من هستم. به زمانی که میگه که محبوب من، پسر محبوب من، این نشانه اینه که هویت او رو به دست آوردم، یعنی هویت پدر رو دارم و خدا از من خوشنوده. یعنی یه چیزی هست که باید باور کنم که این اعلامی که خودش روی من، روی زندگی تو اعلام میکنه، پس زندگی تو کلن در دستای اوست. من هست تو، محبوب من هستی، یعنی متعلق به من، یعنی من مال منی و تو محبوب هستی و من از تو راضی هستم، خوشنود هستم. یعنی توی من متعلق به او هستم، من مال دنیا نیستم، مال شخص نیستم، مال خدا هستم. من میتونم خودم باشم، احتیاج نیست رولهای بازی کنم، احتیاج نیست عزیزان دنبال چشمای دیگه باشم. نمیدونم، یه چیز خیلی حساسی عزیزان، چشمای زیادی هستن که منو نگاه میکنن، چشمای زیادی هستن از من انتظارایی دارن، چشمای زیادی هستن که میگم که از من انتظار دارن یه چیزی باشم، یا شبان باشم، یا مرد باشم، هر چیزی. این نباید میگم چشمه زندگی ما باشه. من فقط دنبال دو تا چشمای میگردم و این چشمای پدره. در جلو او من کی هستم؟ من نمیخوام اجازه بدم دنیا و شما، و همینطورم شما هم نباید اجازه بدیم دیگران روی تو طوری تاثیر بذارن که یک چیزی از تو بسازن که تو نیستی. به این خاطر دعای من برای خودم و برای کلیسایمون اینه که واقعا فقط چشمای پدر رو جستجو کنیم که در نهان، که در نهان بین هست، که تو رو نگاه میکنه. اگر خدا آلبرت رو که زمانی که در رحم مادرم بودم هیچ کسی از من اطلاع نداشت، دید و ساخت و بیرون آورد و خواند، چقدر الان که در این دنیا بودم، گم شده بودم، او منو پیدا کرد، آمد در ملکوت خودش، چقدر الان چشمای او دائما روی زندگی منه. و میخوام در چشمای او این باشم که هستم. و
این یه چیزی هست که باید عزیزان تمرین کنیم. اشتباه خواهیم کرد. منم هنوز در اشتباه میکنم. بعضی وقت هم هست که واقعا انسان ترسی در من قرار میگیره. فقط دایما باید یاد بگیرم. دایما میگم نه خداوند. مهم دیگران نیستن. مهم اول تو هستی. هر چقدر در زیر چشمای او اجازه میدم این من باشم که آن هستم، اون موقع اتوماتیک تاثیر روی شما خواهم گذاشت. اون موقع هست که انعکاس محبت یا با عشق خدا رو نشون خواهم داد. و خدا میخواد در این قسمت ها کلیسا مو رشد کنه. فقط و فقط شروع میشه از این که خودمون رو همینطور که هستیم، این هستی واقعی ما رو باور کنیم که خدا ما رو دوست داره. آمین. چشمانو ببندیم. مرسی خداوند. فکر میکنم اولیه قسمت میخوام این تمرکز کنیم به این نمایش کوچیک که این تو این کاغذ کد اونجا چی شده بود. این ما هستیم که پوشیدیم و چیزای رولهای بازی میکنیم. ابد نگاه کنیم به این چیزی، این گلی که اونجا این گنج رو گرفته بود. میخوام تمرکز به این بکنی که تو خودت تو اینطوری نگاه میکنی، اصلا خوشت نمیاد از خودت، دوستش نداری و امیدم نداری برای اون شخص. فقط خدا امروزم به تو میخواد بگه که ببین من اینو نمیبینم، بلکه چیزی که من خلق کردم اینو میبینم و اینو دوست دارم، از او خوشنود هستم. نگاه کن و باور کن که در تو تو هستی که خدا خلق کرده. هنوز شاید با اون آشنا نشدی، هنوز زیبایی رو تو رو نمیبینی، هنوز این جلال رو که در توست نمیبینی. فقط خدا میگه که باور کن، باور کن. باور کن که در تو یه گنجی هست که تو هنوزم آشنا نشدی و من آمدم این گنج رو جستجو کنم، پیدا کنم، نجات بدم و آزاد کنم. چشمایت از خودت وردار، چشمای خودت از دیگرانم وردار. دیگران چی فکر میکنن؟ ابا خدا بگوی خدا من از امروز به بعد میخوام واقعا چشمای تو رو جستجو کنم. از امروز به بعد میتونی که خدا من میخوایم به حجره خودم برم، درم ببندم تنها با تو، که تو خدای نهان بین هستی، تو رو عبادت کنم، وقت برای تو بذارم. و میخوام این ملاقات صمیمانه که زندگی من رو دگرگون خواهد کرد اینو میخوام تجربه کنم. امروزم به تو میگه که تو به طور مهیب و عجیب ساخته شده ای. مرسی خداوند.
این دعا رو بکنم. دعایی که از همینطور پور دعای داوود بود که برای خودم و همینطورم برای میتونی در تک تک ما هم این دعا رو بکنیم. بگی من به طور مهیب و عجیب ساخته شدم. میتونین اینم به خودت بگین؟ من به طور مهیب و عجیب ساخته شدم. کارهای تو خدا عجیب است و جان من این را نیکو می‌داند. بگین کارهای تو خدا عجیب است و جان من این را نیکو می‌داند. چشمان تو زندگی روزمره من رو می‌بینند. و در دفتر تو روزهایی که ساخته خواهد شد نوشته شده است. طریقای حیات را به من خواهی آموخت و به حضور تو کمال خوشی است و به دست راست تو لذتهای تو ابدالآباد. خداوند دعا میکنیم. خداوند این دید رو، این روش رو، خداوند این ایمانی که ما احتیاج داریم، خداوند امروز قسمت هایی باز کردی برای ما، خودمان واقعا بدونیم که چقدر با ارزش هستیم، که خودمان بتونیم این مکاشفه رو به دست بیاریم. دعای برکت میکنم خداوند، روح القدس تو بیا.